بعد از افشای آزار جنسی دانش آموزان توسط یک معلم در مدرسه‌ای در تهران، یکی از نظراتی که کمتر دیده شد این بود که در اجتماع سالم این معلم در اولین مراحل آگاهی خود به چنین تمایلاتی به یک روان درمانگر مراجعه می کند. روان درمانگری چیست و تا چه حد کار آمده است؟ سلام. اونچه در مطلع برنامه گفته شد البته از نمونه‌های حاد نیاز به روان درمانگری است و ممکن است این گمراهی را ایجاد کند که فقط بیماران نیاز به مشاوره روانی دارند. اما هر یک از ما زمانهایی را تجربه کردیم که در اون نیاز به حرف زدن داشتیم. حرف زدن با کسی که به نحو حرفه‌ای گوش دهد و بفهمد. حرفه‌ای به این معنا که کار خود را گوش دادن به ما بداند، نه آنکه وقتی تلفن زنگ زد صحبت را قطع کند یا بعد از دقایقی اثر بی‌حوصلگی موضوع را عوض کند. شماری از ما بخت بلندی داشتیم که دوستی یا دوستانی بیابیم که با علاقه به حرفهایمان گوش دهند و مشکلاتمان را جدی بگیرند. اما همه چنین نیستند. از اون گذشته، اونطور که روان درمانگری میگوید، حتی دوستان نزدیک هم اغلب در موقعیتی نیستند که شنونده حرفه‌ای مشکلات روحی و روانی ما باشند. به این معنا تقریبا هر کسی در مراحلی از زندگی شاید به روان درمانگری احتیاج پیدا کند و شاید همین دریافت باعث شده اقبال به روان درمانگران در میان ایرانی ها بیشتر شود و حتی برنامه‌های تلویزیونی مشاوره روانی طرفدار پیدا کند. اما رویکردهای رایج در روان درمانگری چه هستند؟ تا چه حد کارآمد هستند و بر چه اصول حرفه‌ای و بنیادهای فکری و نظری استوارند؟ این موضوع را با مهمانهای این هفته در میان می‌گذاریم. شهرزاد پور عبدالله، روان درمانگر ساکن لندن، علی معینی، روانپزشک، او هم ساکن لندن، و مهدی نسرین، انترن مشاوره روانشناسی در کانادا. خیلی خوش آمدید. خانم پور عبدالله، به ما بگید که کار روان درمانگر چیه؟ افزون بر اون چند جمله‌ای که من گفتم، میشه بیشتر توصیف کنید روان درمانگری رو؟ اساس روان درمانگری بر رابطه بین روان درمانگر و فرد مراجعه کننده گذاشته شده. همینطور که یالوم میگه، ما از یالوم که از روانشناسان معاصر هست، میگه که در واقع ما از رابطه به وجود میایم، تو رابطه رشد میکنیم، توی رابطه تخریب میشیم، توی رابطه ترمیم میشیم. در واقع هدف تراپی این هستش که افرادی که به ما مراجعه میکنن و به هر دلایلی یک جاهایی در زندگیشون جراحت دیدن، دچار تروما شدن، روحشون زخمی شده، میان و از طریق گفتگو و با چار در واقع اون فضایی که ما براشون آماده میکنیم در مورد مشکلاتشون صحبت میکنن و ما با تقویت توانایی که اونا در خودشون دارن سعی میکنیم اون توانایی ها رو به یادشون بیاریم و سعی کنیم رو اونها در واقع صحه بذاریم و بهشون کمک کنیم که بتونیم راه خودشون رو خودشون پیدا کنن. حالا اون چارچوب کاری که ما در واقع مهیا میکنیم برای که این کار اتفاق بیفته، همونطور که شما به درستی توی مقدمه گفتید که این فقط یک گوش دادن نیست، یعنی فرد روان درمانگر مهارت هایی داره، به هر صورت در یک رویکردی تحصیل کرده، تخصص داره، از طریق اون دانش خودش سعی میکنه وقتی که یک فرد بهش مراجعه میکنه با یک پیش‌فرضی که داره سعی میکنه بتونه فکر بکنه که در چه جهتی باید این جلسات رو هدایت بکنه به برای جلو. و اساس کار ما این هستش و چیزی که باعث میشه که افراد درمان پیدا میکنن، محیطی رو مهیا میکنیم که اصل رازداری اولین اصله، یعنی در واقع محرمانه بودن و رازداری بین اون چیز در رابطه روان درمانگر و درمانجو یا مراجع، رازداری و اینکه احترام، همدلی و همدردی، گوش دادن، چون در کار ما گوش میکنیم، ما از خودمون صحبت میکنیم، همه چیز دور محور مراجع میگرده و از خودتون صحبت نمیکنیم، ما خودمون ما بازخورد میدیم،
ما از خودمون صحبت نمی کنیم، مراجع از خودش صحبت میکنه و در واقع پذیرش مراجع بدون هیچ قید شرطی، یعنی هر کس رو همون جور که هست ما میپذیریم و یک محیطی که عاری از هر گونه قضاوته. مهم نیست که مذهب چی باشه، شکل طرف چی باشه، موقعیت اجتماعی چی باشه، شغلش چی باشه، از چه. وقتی میگید عاری از هر قضاوتی، مثلا اگر اون معلمی که من در ابتدای برنامه گفتم تمایلات به کودکان داره، تمایل جنسی به کودکان داره و این به هر حال یک مسئله حاد دیگه، این از حالت اختلال هم فراتر میره دیگه، غالبا بیماری نامیده میشه دیگه، شما در مورد این هم قضاوت نمی کنید؟ نه من فکر نمی کنم که هیچ روان درمانگری اگر بخواد به بر طبق اخلاق کاریش کار بکنه قضاوت بکنه. ما کنجکاویم، ما میخوایم بفهمیم چی شد، یعنی اساس کار ما برای اینکه ما هیچ چیزی در واقع فکت نیست، ما یک کنجکاوی داریم و سعی میکنیم با پرسش، با سوال، با وقتی میگید فکت نیست یعنی هیچ چیزی واقعیت غیر قابل پرسش نیست. نه من فکر میکنم ممکنه یه سری، ببینید هر کس از ما یه سری پیش ذهنیت هایی داره ولی پیش ذهنیت ها واقعیت اون طرف نیستن، یعنی شما ممکنه یه همین آقایی که الان در واقع توی ایران یک مشکلی ایجاد کرد و خبر اول رسانه ها شده بود، ببینید افراد متفاوتی در این شرایط قرار گرفتن ولی اگر ما با هر کدوم از اینا بخوام کار کنیم شیوه کاریمون متفاوت خواهد بود. یعنی من فکر میکنم پیشینه هر فردی که ما مراجعه میکنه اینقدر خاص و یگانه هست که ما نمیتونیم یک فرمول رو برای همه استفاده بکنیم. پس در واقع چیزی که باعث میشه که افراد التیام پیدا میکنن بعد از اینکه از تعداد جلساتی رو با ما دارن، این تمام این چیزهایی که من گفتم، یعنی یک محیط بدون قضاوت و پذیرش درمان جو همون طوری که هست. این خیلی خیلی برای من مهمه. ولی افراد موقعی که به ما مراجعه میکنن، من اینو حتما دوست دارم بگم که در واقع کار تراپی روی سه لوله. افراد وقتی ما مراجعه میکنن در سه سطح احساس انجام میشه. بله در سه سطح انجام میشه. افراد وقتی ما مراجعه میکنن درد دارن، رنج دارن، یکی رو از دست دادن، نمیدونن چرا تو همچین شرایطی قرار گرفتن و در واقع کار تراپی هستش که کمک بهشون بکنه که بتونه راهی برای احساسات پیدا بکنن، راهی برای کلام پیدا بکنن و بتونن فکر کنن و از طریق فکر ایده های جدید پیدا بکنن. این سه سطحی که گفتید اینا هستن، یعنی احساسات، کلام و ایده ها. آقای نسرین، در روان درمانگری ما چه دستگاه های نظری متفاوتی داریم؟ میشه یه دستبندی کلی کرد؟ چون مکاتب فوق العاده زیاده، ولی احتمالا میشه اینها رو در چند دسته مشخص و متمایز جا داد، نه؟ به اشکال مختلفی میشه این دستگاه ها رو تقسیم بندی کرد. میشه به لحاظ تاریخی شما اینها رو تقسیم بندی کنین، میتونیم به لحاظ به لحاظ روی کردی که به مراجع دارن. خب اونم به هر حال به چند قسمت میتونیم تقسیم کنیم. دستگاه های مراجع محور داریم، یعنی دستگاه هایی که مراجع رو در حقیقت خبره میدونن در اون چیزی که میخواد، برخلاف دستگاه هایی که روان درمانگر رو خبره میدونه در اون چیزی که مراجع میخواد. یعنی میتونیم حالا به شکل خیلی ساده به این دو دسته تقسیم کنیم، ولی حتما تقسیم بندی های متنوع و بزرگتری خواهیم داشت. دستگاه هایی که به عنوان دستگاه های مراجع محور میشناسیم، دستگاه هایی هستند که مرکزیت جلسه رو به مراجع میدن. اولا همونجوری که گفتن، مراجع رو یک موضوع منحصر به فردی میدونن که داستان خاص خودشو داره و اینجوری نیستش که قوانین یک کلی از یک مراجع بر مراجع دیگه اعمال بشه. در این حال مراجع خودش پیشنهاد میده که در جهت تحقق استعدادهاش چه گام هایی رو باید برداره. این دستگاه ها احتمالاً این فرض ها رو دارن: انسان موجود قابل اعتمادیه، اراده آزاد داره و در جهت تحقق خودش یا استعدادهاش در حال حرکته. با اون شرایطی که اشاره کردن خانم پور عبدالله، در جلسه اگر قرار بگیره میتونه به سمت رشد پیدا کنه. لزومی نداره که به نظر من جلسه روان درمانی رو متمرکز کنیم بر حل مشکلات، یعنی شخص رو به عنوان یک بقچه ای از مشکلات ببینیم که قراره این مشکلات مرتفع بشه. وقتی میگید لزومی نداره، آیا منظور شما این است که در روان درمانگری این رایجه که فرد رو به عنوان بقچه ای از مشکلات ببینن؟ بعضی دستگاه ها این کارو میکنن به هر حال، یعنی اشاره کردم بعضی از دستگاه ها قرار بر اینه که شخص به دلیل اون مشکلی که داره بیاد و روان درمانگر
به نوعی راهنمایی بکنه یا توصیه هایی بکنه یا یه تمرین هایی رو برای مراجع بچینه که این مشکلات حل شه. دستگاه های بسیار متنوعی هست. بله، بعضی دستگاه ها به روان درمانگر به شکل یک آموزگار مشفق راهنمایی کننده نگاه میکنن، برخی همونجور که گفتن به روان درمانگر مثل یک تسهیلگر کنجکاو نگاه میکنن. آیه موینی، شما به عنوان روانپزشک که بیرون از این حوزه ایستادید ولی در این حال وابسته به اونها هستید، به این معنی که باشون کار میکنید و اونها وابسته به شما هستن، به این معنی که ممکنه مراجعه رو به شما ارجاع بدن، شما راجع به روان درمانگری و کارآمدیش چی فکر میکنید؟ من اجازه میخوام که اول توضیح بدم که در یک سیستم بهداشتی درمانی ایدئال به شکلی که ما سعی میکنیم دستیاران روانپزشکی رو در انگلستان تربیت کنیم، آموزش اولیه این هست که مراجع و شخص رو به صورت ترکیبی از سه زاویه ببینیم. بیولوژیک به عنوان یک انسان که دستگاه بیولوژیک داره، یک حیوان پستاندار و مواد شیمیایی در مغزش جریان داره، بهش میگیم نوروترانسمیتر و اینها میتونه خلق و خو و چیزهای دیگر واقعیت سنجی و مسائل دیگر شناختی رو تنظیم کنه. زاویه دوم سایکولوژیک یا روانشناختی که موضوع بحث امروز هست و مربوط میشه به همکاری ما با درمانگرانی که همکارمون هستن، و سوشال یا اجتماعی، یعنی زاویه‌ای که شخص در بستر خانواده، در بستر اجتماع، در بستر اقتصادی سیاسی داره زندگی میکنه و وقتی به ما مراجعه میکنه و شکایتی داره از یه مسئله، ما در یک سیستم ایدئال سعی میکنیم دستیارانمون رو جوری تربیت کنیم که شخص از هر سه زاویه ببینن و بعد که اولویت بندی کردن و شدت و ضعف مسئله رو در هر کدوم از این سه بعد اندازه گیری کردن، بعد اقدام به درمان یا ارجاع میکنیم. اگر که مشکل بیولوژیک زیاد هست، خب اول دارو تجویز میکنیم. اگر مشکل روانشناختی زیادتر هست، با همکار رواندرمانگرمون صحبت میکنیم و ترجیحاً روانپزشک خوب روانپزشکی هست که بتونه در همون جلسات اولیه ارزیابی بالینی متوجه بشه که بسته به مشکل مراجع چه مکتب رواندرمانی مناسبه براش. یعنی شما فکر میکنید مکاتب رواندرمانگری که متأثر از مکاتب روانشناسی هستن دیگه، اینها میتونن برای اشخاص مختلف کارایی داشته باشن و مثلا مکتب سایکو انالیسیز یا روانکاوی که متأثر از آرای فرویده، این ضرورتا دیگه منسوخ نشده و یه جاهایی کارایی داره؟ 100%. ببینید شما اگه همین دکتر یالوم هم که اسم بردن که یه روانپزشک ساکن امریکا هست، اوشون هم نظرش همینه و روانپزشکان دیگه هم نظرشون همینه که ما بسته به نوعی مسائلی که مراجعه ما داره و ریشش از کجا اومده، مثلا اگر سنین خیلی پایین، رابطه که با پدر یا مادر داشته یا مراقبت دهنده بهش رابطه ظالمانه‌ای باهاش داشته، یا اینکه بعداً یه سری تروماها و آسیب‌هایی براش اتفاق افتاده در جاهای دیگه، بسته به نوع آسیب ها، بسته به نقطه ورود مشکل در زندگی شخص، یا اینکه در حال حاضر هست اینجور مسائلش تو محیط کارش مثلا، یعنی مثلا اون معلمی که اشاره شد بهش در مقدمه، این ممکنه شما به این نتیجه برسی که اگر آزار جنسی میده کودکان رو، این به دلیل آزار جنسی که در کودکی دیده و به این ترتیب فکر میکنید روانشناسی فرویدی میتونه مؤثر باشه در اغلب مراجعین ما. جالبه بهتون بگم که تک عاملی نیست مسائلشون، یعنی همین شخصی که شما دارید اسم میبرید ممکنه یه ترکیبی باشه از بیش فعالی جنسی، آسیب هایی که در کودکی دیده، مسائل اجتماعی خانوادگی که در حال حاضر داره، حتی مسائل عقیدتی که داره. یعنی یکی دوتا نیست مسئله، یکی نیست. بنابراین همون کار روانپزشک خبره این هست که تو همون جلسات اول اینا رو تشخیص بده و شدت بندی کنه، اولویت بندی کنه و بر اساس اون مثلا ممکنه یه دارو بده که بیش فعالی جنسی کاهش پیدا کنه، در این حال به روان درمانگر مکتب منتظر، در این حال یه مددکار اجتماعی بگماره، همونطور که ما تو تیممون داریم مددکار اجتماعی،
که به مسائل خانوادگیش نگاه کنه، رابطش با همسرش، مسائل اقتصادیش، مسائل شغلیش، به اینجور مسائل. بنابراین شخص تک بعدی نیست در رشته ما. خانم پور عبدالله، یه تقسیم بندی عمده‌ای که آیه نسرین کردند، تقسیم بندی بین اون رویکردها در روان درمانگری که درش مراجع یا درمانجو خبره است و اونهایی که درمانگر خبره است، چنین چیزی رو میشه پذیرفت؟ چون برداشت من از حرفای شما این است که در هر حال شما روان درمانگر رو خبره میدونید، چون چندین بار گفتید اون هست که مکالمه رو، گفتگو رو هدایت میکنه. لفظ هدایت لفظ مهمیه دیگه، به این معنا میشه گفت که روان درمانگر رو به عنوان خبره باید پذیرفت دیگه، یا نه؟ من فکر کنم مثل هر چیز دیگه‌ای وقتی یک نفر به ما رجوع میکنه، به هر صورت برای ما رو در شرایط یک آدم خبره میذاره. یعنی شما وقتی به یک نفر رجوع میکنین، شما اگر میخواین برین در واقع مشکل قلب دارین، میرین به یک پزشک قلب مراجعه میکنین. وقتی میخواین برین موهاتون رو کوتاه میکنین، میرین به یک آرایشگر مراجعه میکنین. وقتی دچار مشکلات روح و روانی هستین، به یک روانپزشک یا روان درمانگر مراجعه میکنین. در نتیجه من اصلا این بر این اعتقاد نیستم که رابطه بین روان درمانگر و روان در و در درمانجو یک رابطه نیستش که در واقع یک نفر به عنوان یک آدم خبره و یک آدمی که تسلط داره به کارش و میدونه مهارت‌ها رو در واقع داره و طرف مقابل اون مهارت‌ها رو نداره. من واقعا این رابطه رو اینطور میبینم، ولی در این حال نمیخوام این به این اینجوری استنباط بشه که این از یک رابطه نابرابر میسازه. چون در باور، اجازه بدید من تمام کنم، در باور عموم این هستش که خیلی از مراجعینمون فکر میکنن که فقط میان و در واقع کسی که چیزی بهشون یاد میده ما هستیم، یا چیزی که در واقع کمک میکنه ما هستیم. و من همیشه وظیفه خودم میدونم به عنوان روان درمانگر که با هر کسی شروع میکنم بهش بگم که یک رابطه متقابله. ما یک سری تئوری‌ها رو میخونیم، یک سری چیزها رو میدونیم، ولی اگر این افراد ما مراجعه نکنن و ما تجربه کسب نکنیم، اگر خودشون رو برای ما باز نکنن، اگر اجازه ندن که ما وارد کتاب زندگیشون بشیم، ما به هیچ وجه هیچ نمیتونیم اون تجربه‌ای که داریم رو داشته باشیم. در نتیجه به نظر من یک رابطه دو طرف است. آقای نسرین، چنین هست؟ یعنی به هر حال باید اون مراجع بپذیره که داره به یه خبره مراجعه میکنه، به گفته خانم پور عبدالله. و خبره در مورد چی دیگه؟ این سوال مهمیه که مطمئناً تخصص داره، آموزش دیده، خبره است در زمینه مسائل مربوط به روان درمانی، ولی در مورد اون تغییری که داره اتفاق میفته و قرار اتفاق بیفته چه کسی خبره است؟ اونجا میگیم که مراجع خبره است. یعنی این مسئله که خبره در مورد چی اینجا اهمیت پیدا میکنه. بله، کسی که به شکل حرفه‌ای در کار روان درمانیه، خبرگی حرفه‌ای داره، تحصیلات و تجربه لازمه هم داره، متخصص هم هست. به این معنی وقتی که جلسه شروع میشه، چه کسی میدونه که به چه سمتی باید بره؟ درمان مراجع محور میگه مراجع. هدایت این صحبت، این رابطه باید توسط مراجع انجام بشه، درمانجو. ولی این چه شکلی میده به روان درمانگری؟ اصولا شاید اینجوری بپرسم، مبنای نظری این حرف شما چیه؟ که مراجع نباید به روان درمانگر به عنوان هدایت کننده صحبت نگاه بکنه، نباید به عنوان خبره در یافتن راه حل نگاه کنه. اشاره کردن که افرادی بهشون مراجعه میکنن یا به بقیه ما مراجعه میکنن و دنبال راه حل هستن. این یه مشکل اساسی رو ایجاد میکنه. اولا که معمولا این راه حل ها کار نمیکنه. حالا میتونیم راجعه این صحبت کنیم. یعنی پیشنهاد راه حل معمولا اگر از سمت یه نفر دیگه بیاد بدون شنیدن داستان زندگی فرد و نقاط قوتش خیلی مهمه. البته ایشون میگن میشنوه زندگی داستان فرد. بله بله، آره گفتم، بله گفتم به اون غلظت نگفتن که راهنمایی میکنن. در جواب سوال شما که چرا این کار میکنه، اون مواردی که کار نمیکنه به نظر من اینه، یعنی راهنمایی صریح معمولا کار نمیکنه. از طرف دیگه راهنمایی صریح احتمالاً این قبح روان درمانی و مشکلات روانی رو هم داره تقویت میکنه. یعنی که کسی که با مشکلات حوزه روان روبروه، آدم مستعسل ناتوانیه، نمیتونه از پس مشکلاتش بر بیاد، باید بره سراغ اون متخصص دانا که بهش گفته بشه که چه کار بکنه. این خودش به نظر من مسئله ساز باز تولید کننده این قپیه که احتمالاً ایشون هم خیلی بهش توجه دارن.
این قبر رو میخوایم از بین ببریم، یعنی در این شرایط برابر که میخوایم قرار بدیم این قبر رو میخوایم از بین ببریم. ببینید، من فکر میکنم که یک روان درمانگر خبره کسی هستش که به طرف اینو بگه که تو مستاصل نیستی، احساس استیصال میکنی. خیلی فرق میکنه. در واقع مستاصل بودن یک لیبله، ولی احساس استیصال یک احساس کاملا طبیعی که همه ما در زندگی روزمره ما دوچارش میشیم، مثل خشم، مثل نگرانی، مثل استراب، مثل ترس. خب من میخوام بگم که بعضی وقت افراد متوجه نیستن که این یک حسه و یک حسی که میشه روش کار کرد. یعنی شما مراجعه رو به عنوان بخچه ای از مشکلات نمیبینید؟ نه، به هیچ وجه. و بهشون میگید که حس اونا اینه که بخچه ای از مشکلات هست؟ من میگم که این حسه. در واقع کاری که ما میکنیم، در واقع ببینید، اکثر افراد وقتی ما مراجعه میکنن متاسفانه یک جور غریبگی با احساساتشون دارن و به نظر من اولین کاری که یک مراجعه میکنه، درسته که اولین جلسه ما میگن چه مشکلی دارن، ولی من همینطور که ایشون گفتن اما باشون موافقم، ما ممکنه بیایم دور و بر مشکل بچرخیم در طی جلسات، ولی واقعا جلسات مشکل محور نباید باشه. اما نکته ای که در صحبت های شما هست و فکر میکنم محل اختلاف اینه که شما میگید که مراجع باید احساس کنه که داره به یه خبره مراجعه میکنه، ولی در عین حال کارش رو میدونه، متخصص این کار دیگه، ولی در عین حال معتقد هستید که این رابطه، این ارتباط بین مراجع و درمانگر باید برابر باشه. این دوتا تا چه حد عملیه؟ برای اینکه به خصوص نظریات جدید میگن زبان مملو از مناسبات قدرت، یعنی به محض اینکه شما احساس کنی که داری به خبره مراجعه می‌کنی، به کسی داری مراجعه می‌کنی که محل اتوریته است، در نتیجه زبان اون غالبه و به این معنا ایجاد مناسبات برابر فوق‌العاده دشوار، اگر نه ناممکن. من واقعا فکر می‌کنم که بازم ایشون گفتن در رویکردهای مختلف ما رابطه روان درمانگر و درمانجو با هم دیگه فرق می‌کنه. من کاملا با شما موافقم، ولی تو خیلی از رویکردها، به خصوص روی که من اینتگریتیو کار می‌کنم، یعنی در واقع میشه جامعه. بله. و اینکه خود من در واقع اولین رویکردی که درش تخصص دارم سیستمی هست. و شما وقتی میرین پیش کسی که تخصص سیستمی هست، خیلی در واقع جلسات تراپی خیلی فوکوس نمی‌کنه، تمرکز نداره به مسائل درون فردی فقط. ما بیشتر مثلا مسائل ارتباطی رو بیشتر بهش اهمیت میدیم، مسائل برون فردی رو خیلی فردی رو. مسائل تعاملی رو خیلی بهش بیشتر میدیم. اتفاقا نقدی که من میدونم آقای معینی داره، نه فقط به روان درمانگری، به نظر میاد به کل مجموعه حرفه‌هایی که با مسائل روانی مراجعه کننده سر و کار دارن. ایشون میگن که، و من میخوام از خودشون توضیح بگم، میگن که به اون بعد سومی که گفتن، یعنی محیط اجتماعی و گاه سیاسی مراجعه کننده توجه نمیشه، یعنی دو سطح، فیزیولوژیک و روانشناختی هست که محل توجهه. آیا واقعا با این حرفایی که مهمانهای دیگه زدن این نقد به جاست هنوز آقای معینی؟ برای اینکه هر دو مهمان میگن که سعی میکنن جامع ببینن مراجع رو، کماکان شما فکر میکنید این نقدی که دارید به جا هست با این صحبتهایی که شنیدید؟ ببینید، من نقدی که داشتم به سبک خاص و درمانگر خاص بود، به عاداتی هست که رایج شده در کشورهای خاص و اینجوری، یعنی به رویکردهای رایج، به رویکردهای خاصی هست. و الا بازم عرض میکنم، ارجاع میدم به حرف اولی که زدم، در یک آموزش ایدئال برای درمانگر ایدئال یا برای روانپزشک ایدئال باید مسائل اجتماعی بیمار دیده بشه، مسائل سیاسیش، آگاهی سیاسی داشته باشه درمانگر و آگاهی اجتماعی داشته باشه، آگاهی حتی اقتصادی داشته باشه و نگاه بکنه از همه جنبه ها، شنونده خوبی باشه، اولویت بندی کنه مسائل رو. و بله، یه جاهایی که تشخیص میده که این یک روند تکرار شونده در مراجعش نیست، بلکه اتفاقی که الان مثلا تو محیط کارش افتاده یا با همسرش افتاده، این ناشی از ایراد روانشناختی این نیست، ناشی از ایراد شیمیایی مغزش نیست که مثلا ناشی از محیطیه که درش قرار گرفته، بلکه از محیطه. بنابراین اونجا
مراجع نیاز به ساپورت داره، یعنی نیاز داره که حمایت بشه و قوت قلب داده بشه که بره و برخورد کنه به مسئله بیرونیش. متأثر از همین به من گفتید که مثلا یک روان درمانگر باید سعی کنه احساس گناه در مراجع رو اگر لازمه تبدیل به احساس خشم کنه. این به چه معنیه؟ برای اینکه خود داشتن احساس خشم هم میتونه مشکل ساز بشه دیگه. منظورتون چی هست؟ ببینید، منظور من شاید این بوده که مراجعین یه احساس خشمی رو اول توی محیط زندگی داشتن که نتونستن ابرازش کنن، این شده احساس گناه و منجر به افسردگی و اضطراب شده، به ما مراجعه کردن. همطور که خانم پور عبدالله گفتن، وظیفه ما این هست که مراجعمون رو کمک کنیم تا احساساتش رو از هم جدا کنه، لیبل بندی کنه، اسم روش بذاره و به اون سمتی که باید جهتش بده. یعنی اگر خشم نسبت به رئیسش داره که این رو درونی کرده و کردتش یه احساس گناه نسبت به خودش، ما باید کمکش کنیم که این جهت عکس بره و بفهمه که آره، من از دست رئیسم عصبانی ام چون رئیسم یه کار غیرقانونی و غیر اخلاقی در محل کار انجام داده و ما حمایتش کنیم از نظر روانی که با این مسئله روبرو شه. شما با این تعبیر موافق هستید که احساس گناه رو گاه شاید باید تبدیل کرد به احساس خشم؟ به طور مشخص حالا در مورد این دوتا احساس نمیتونم الان صحبت کنم، چون تحقیقی در مورد اینکه این کمک میکنه نمیدونم، ولی به نظرم نکته خیلی مهمی رو میگن. در واقع اینکه به مراجع کمک میکنیم که قدرت خودش رو باز بیابه، یعنی اینکه بتونه ارادش رو دوباره متحقق کنه به جای اینکه یک موضوع منفعل باشه. متاسفانه یه چیزی که کار روان درمانگر با مراجع ایرانی سخت میکنه، باور غلطی که جا افتاده. من اصلا به افراد خورده نمیگیرم، من به کسانی خورده میگیرم که این توهم رو ایجاد کردن که شما میرین پیش کسی، به شما میگه که مشکلتون حل میکنه و به شما قراره در یک بازه زمانی خیلی کوتاه یک سری چیزی یاد بده که شما بیای و به صورت معجزه آسای حالت خوب بشه و مشکلاتت حل بشه. یعنی ما واقعا دنبال یک راه های فرعی میگردیم، یک کویک فیکس میگردیم، میخواییم با کمترین وقت کمترین یه راه حل شزنبار، یه راه حل واقعا استثنایی که اصلا همچیزی اصلا نمیتونه کار بکنه. شما با غیر ایرانی هم در کانادا کار میکنید، همین کار، یعنی همین حرفه چنین هست؟ آیا تفاوت تا این حد بین ایرانی ها و غیر ایرانی ها که ایرانی ها میان با انتظارات اونچنانی به روان درمانگر مراجعه میکنن؟ شاید به این شدت نه. من در یک کلینیکی کار میکنم در کانادا که متوجه شدم که در نقاط مختلف دنیا کمتر وجود داره، به اسم Mental Health Walking Clinic. یعنی شما یه کلینیک سرپایی منتال هلت دارید، جای دیگه ندیدم توی کانادا. این در واقع بخش اورژانس میشه گفته به نوعی دیگه. توی استان اونتاریو من تو دو تا از این کلینیک ها کار کردم، با آدمایی که صحبت کردم در ایالات متحده و انگلستان ندیدم نمونه هاشو. دلایل مختلفی داره که افراد میان به این کلینیک ها مراجعه میکنن. یکی اینکه خب همون گفتین حالت اورژانسه، ولی وقتی که تحقیقات رو داریم مطالعه میکنیم میبینیم که انتظار طولانی هم معمولاً باعث میشه که مشکلات اضافه بشه. بعضی اوقات رفتن به کلینیک بهتر از اینه که شما شاید مثلا 6 ماه در صف انتظار بمونید. مسئله صف انتظار نیست، در این کلینیک ها برداشت من اینه که در یک جلسه یک ساعته یا 90 دقیقه ای اینها انتظار دارن نتیجه بگیرن. ولی با این چیزی که خانم پور عبدالله گفتن، این ممکن هست اصلا؟ یعنی شما اصلا توصیه میکنید چنین چیزی انجام بشه؟ و این اتفاقا نکته جالبیه که تو این 90 دقیقه چیکار میکنیم و همه این صحبت ها رو کردیم. تو این 90 دقیقه احتمالاً اگه توصیه کنیم به هیچ جایی نمیرسه، اگر پند و نصیحت بدیم به هیچ جایی نمیرسه. توی این 90 دقیقه احتمالاً فرصت پیدا خواهیم کرد که نقاط قوت شخص رو بشناسیم، اونا رو بشنویم و روی این نقاط قوت سرمایه گذاری کنیم. این نتیجه این تحقیقات این رو نشون میده. چنین چیزی برای شما قابل قبول هست؟ وقتی که مراجع دچار استیصاله، من خودم به عنوان مراجع سالها تراپی شدم، میتونم بفهمم یعنی چی. چیزی که خیلی مهم هست این هستش که بعضی اوقات تا
تا وقتی که میگن تنور داغه باید نونو چسبوند، همون موقع اگر بتونه واقعا با یکی صحبت بکنه، درسته که اون یک جلسه ممکنه کمک خاصی نباشه، ولی بهش در واقع یک سری اینسایت میده، یعنی در واقع یک آگاهی بهش میده، یک بینشی میده که حداقل میتونه بفهمه که کار کجا ایراد داره. و به نظر من بعضی وقت حتی یک نوع پیشگیریه، یعنی شما واقعا توی شرایط بحرانی هستی، ببین توی شرایط بحرانی من فکر کنم آدم‌های با آی‌کیو بسیار بالا میتونن امکانات خودشون رو از دست بدن. شما وقتی یک ترومایی برای شما اتفاق افتاده، اون بچه‌تون اومده، بچه‌هاتون رو دیدین دارن تو اتاق بازی میکنن، با هم دیگه بازی‌های جنسی میکنن، یک مادر این شوکین، نمیدونین چه کار کنین. و همون زمان فکر میکنه باید مراجعه کنه و شما فکر میکنین به چنین مراجعی باید در یک آرامش بدیم. آرامش اکثرا مثلا میگن، مثلا من داشتم موردو، من چه کار کردم، باور کنید من به بچه‌هام یاد دادم فلان کردم. ولی من آرامش روانپزشک احتمالاً شما مسائل این چنینی کمتر دارید، برای اینکه یه مراحلی میگذره تا اون مراجعه کننده تحت نظر شما قرار بگیره، یا نه شما هم چنین تجاربی دارید از تفاوت بین به گفته خانم پور عبدالله فرهنگ ایرانی ها که انتظارات اونچنانی از روان درمانگر دارن و دیگران، که البته آقای نسرین میگن که در کانادا، در میون کانادایی هم این هست، یعنی یه مرتبه میخوان ظرف 90 دقیقه به یه نتایجی برسن. جالب اینجاست که اصطلاح انگلیسی که برای این فرمایش شما وجود داره، برای کویک فیکس وجود داره، having a pill یا یه قرص داشتن برای این مسئله است. یه تفاوتی من بین فرهنگ ایرانی و انگلیسی در توقعشون از بهداشت درمان کلن میبینم، اون مسئله همون صبره که بهش اشاره شد. فرهنگ انگلیسی حالا به خاطر ساختار بهداشت و درمانش که به صورت ارجایی بوده احتمالاً صبورتر هست، چون به هر حال موارد غیر اورژانس لازمه که پزشک عمومی رو بعد از مدت ببینن و بعد ارجاع داده میشن به روانپزشک، و ممکنه 4 تا 6 هفته تو نوبت باشن تا روانپزشک ببینه، ممکنه تا 6 ماه تو نوبت باشن تا روانشناس ببینه در سیستم دولتی. و این صبر هست تو فرهنگ انگلیسی. شما حتی در موارد اداری هم این صبر رو میبینید، غیر درمانی هم اینو میبینید. پس تایید میکنم فرمایش. ولی در ایرانی ها چنین صبری منظور تو اینه؟ سیستم ایرانی اصلا، حتی سیستم بهداشت درمانی ایرانی نیمه خصوصی هست، یعنی بخش خصوصیش قوی تره و متخصص های مختلف در مطب های خصوصی نشستن و با یه سرعت خیلی زیادی شما میتونید همون روز هم حتی دسترسی پیدا کنین و نسبت حق ویزیت که پرداخت میشه نسبت به حق ویزیت خصوصی در انگلستان خیلی پایین تره، شاید 1/10 قیمت باشه. بنابراین دسترسی به پزشک متخصص یا کارشناس در ایران سریع تر هست. بله. و این صبر لازم نداره. یه تفاوت مهم دیگه ای که گفته میشه هست از نظر فرهنگی در مورد انتظارات مراجع این است که به نظر میاد انتظارات رایج، و من اینجا میخوام بحثو بیارم به یه سمت دیگه، به سمت مشاورای تلویزیونی، انتظارات رایج ایرانیا از روان درمانگر و مشاور اینه که اون اتوریته و اقتدار داشته باشه. این واقعا با اون شرایطی که شما و شما گفتید در مورد ایجاد، اگر نقل قول درست رو به کار ببریم، اتحاد درمانی، ایجاد یک محیط گفتگویی مملو از اتحاد درمانی میخونه؟ یعنی آیا روان درمانگر مشاور به خصوص شکل تلویزیونیش باید این اقتدار رو یا این حس اقتدار رو بده به مراجع کننده یا کسی که تلفن کرده؟ من فکر میکنم که خیلی بعیده که بتونه این کارو بکنه. یعنی ما ربطی هم به روی کرده اون کسی که مجریه و این برنامه رو داره اجرا میکنه نداره. احتمالاً میشه یه استدلالی چید برای اینکه چرا این اتفاق نمیفته. ببینید، راجع به رازداری و محرمیت صحبت کردن، شخص تماس میگیره، خب داره راجع به یه مسئله خیلی خصوصی صحبت میکنه، ولی نمیتونه همه داستان زندگیشو بگه، چون همه داستان زندگیشو بگه شناخته میشه. بنابراین حد اکثر چیزی که میگه اینه که من مهدی هستم، از کانادا زنگ میزنم. یعنی تبدیل میشه به همون اسم و مکانی که زندگی میکنه، از همه اون غالباً هم مستعاره دیگه این اسم، اینطور هم هستش. و بعدم خیلی سریع راجع به مشکلش صحبت میکنه، بنابراین تبدیل میشه به یک آدمی که باز به نظر میاد موفق نیست، اون دستاورد که شما نمیشه این همون که صحبت شد. بله، من این مثال میخواستم بزنم. معمولا اگر یه آدم خیلی موفقی باشه که داستان زندگیشو بگه، ما خیلی سریع بفهمیم
این چه کسیه، به هیچ عنوان راجع به موفقیت ها صحبت نمی‌کنه. دروازه‌بان یه تیم خیلی مشهوری باشه که به دلیل اشتباهاتش در مثلا بازی آخر دچار مثلا شکست تیمش اینا شده و عزت نفسش اومده پایین، هیچ کدوم این داستانا نمیگه، میگه من مثلا لوریس هستم از لیورپول زنگ زدم. فارغ از اون سوالی که من پرسیدم، در واقع شما دارید ناکامی های مشاوره تلویزیونی رو برمی‌شمارید، یعنی می‌خواید بگید که عمل نمی‌کنه مشاوره تلویزیونی. ولی دقت، این نه فقط این، من می‌خوام بگم که این داره یه قبحی رو تقویت می‌کنه، یعنی شخص تبدیل میشه به یک آدمی که مشکلات رو داره. مجری رو در نظر بگیرید، مستقل از روی کرده مجری همزمانی که داره با اون مراجع، یعنی کارشناس منظورتون؟ بله مجری کارشناس، روان درمانگر روان پزشک. اون شخص هم وقتی که داره صحبت میکنه با مراجعی که تماس گرفته، همزمان به خیلی عظیم مراجعینی که دارن برنامه رو نگاه میکنن هم توجه داره. خب کمی از دور نگاه میکنیم میبینیم چه اتفاقی میفته. مراجع میشه همون بخچه مشکلات، موفقیت‌هاشو نمی‌شنویم چون مسئله رازداری در فضای عمومی اصلا خیلی در درمانگر میشه فرد مقتدر و همه چیز دار. و این داره باز تولید میشه، باز تولید این که میگم استیصال بیشتر از احساس استیصال، یعنی این که مراجع کسیه که نمیدونه چی کار بکنه و اون مجری روان درمانگر توصیه خیلی سریعی میخواد بهش بکنه. پور عبدالله چنینه؟ کاملا با ایشون موافقم، چون مسئله محرمانه بودن نیست. چیزی که در واقع باعث میشه که ما میگیم تمام نتیجه درمان در تنگاتنگ بودن و اتحاد درمانیه. خب یعنی شما چرا وقتی که مثلا فرض کنید من مراجعه دارم، تلفن من اگر یک آتیشم یه جای بگیره، من اصلا خبر ندارم از بیرون دفترم، تلفن من خاموشه، تمام تمرکز من روی چیزی که بین من و اون آدم در حال اتفاق میفته. ولی اگر کسی که مشاوره روانی تلویزیونی میره، الان خیلی زود به شما میرسه آقای معینی، بگه که کارش اصولا این نیست، میخواد یه آموزش عمومی بده راجع به مسائل رایج، جوابش چه خواهد بود؟ خب من اصلا با این مشکلی ندارم. به من میگم که همین کاری که افراد میکنن، شما میتونید برین توی برنامه در مورد یک موضوعی 15 دقیقه 10 دقیقه صحبت کنید، مثل افسردگی مثلا، در مورد افسردگی صحبت کنید، بعدش هم تلویزیون میان ویدیوهاتون رو میذارن رو یوتیوب، قابل دسترس برای همه، میتونن آدم‌ها استفاده کنن و افرادم از دیدگاه‌های متفاوت به این قضیه میکنن. ولی یک اجازه بدید، من مشکلی که با این مسئله دارم وقتی افراد سوال و جواب میکنن این هستش که افرادی که به این مسئله گوش میدن پیشینه اون فرد رو نمیتونن در نظر بگیرن و همزاد پنداری میکنن با اون فرد و راه حل هایی که اتخاذ میکنن بیشتر آسیب زننده است تا نظر شما چیه آقای معینی راجب مشاوره تلویزیونی، روان درمانگری تلویزیونی، به خصوص که خیلی از این مسائلی که توی این جلسات تلویزیونی به بحث گذاشته میشه مسائلی که روانپزشکا روز از پی روز باهاش سر و کار دارن، یعنی همون مراجعینی که زنگ میزنن احتمال شما فکر میکنید که بعد پیش شما میومدن. من با دوستان موافقم در مورد ناکارایی و محدود بودن توان این نوع درمان، ولی میگه ای به آن جمله بگفتی هنرش نیز بگو. بله. تو این 20 سالی که من با بهداشت روان سر و کار دارم که از ایران شروع شد، آن زمان در جامعه ایران انقدر قبح مراجعه به درمانگر و روانپزشک زیاد بود و شناخت مردم از مسائل روانشناختی کم بود و از احساسهای خودشون، مسائل خودشون، حتی حوزه‌های، حتی کسانی نظرم بودن روانپزشک کارش چیه، روانشناس کارش چیه، حتی تا این حد. من فکر میکنم که برایند این برنامه ها در شروع و چند سال اول مثبت بود برای جامعه ایران، یعنی این استیگما و این عیب رو برداشت، برچسب منفی رو برداشت و به مردم آموزش داد که اینجور سوالها رو شما میتونید از یه روانشناس بپرسید و یه روانپزشک یا روان درمانگر یا حرفه‌ای این کار به این جور مسائل میتونه برسه و با این سوال‌ها مردم تونستن راه خودشون رو باز کنن و پیدا کنن این مسئله. پس در ابتدا این خیلی مثبت بود. ممکنه الان که دیگه تو جامعه همه اینو شناختن دیگه لزومی براش نباشه که به این شکل انجام بشه. این نکته مهمیه آقای نسرین.
یعنی در عین اینکه به گفته شما یک قبهایی رو ایجاد میکنه، یک قبه رو شکسته و این فوق العاده مهمه، چون میبینیم در سالهای اخیره که روان درمانگری اهمیت پیدا کرده و ما میشنویم زوجها، افراد در ایران میرن و شاید بخشش تاثیر این آموزش‌های عمومی بوده دیگه. یعنی شما باید این روان درمانگری تلویزیونی یا اسمش رو بذاریم مشاوره تلویزیون رو به عنوان یک آموزش عمومی ببینید. اگر ببینید به گفته آقای معینی میتونه موثر بوده باشه. من دو تا نکته میخوام بگم. مراجعه همگیر به یک سرویس هنوز به معنی این نیستش که قبه شکسته. شما یه حوزه دیگه رو در نظر بگیرید، مثلا نسبت به 30-40 سال گذشته احتمالاً افراد بیشتر ورزش میکنن، تحرک فیزیکی رو بیشتر وارد برنامه هفتگیشون میکنن، برنامه‌های تغذیه‌ای رو در ماهواره یا تلویزیون دنبال میکنن، تغذیه سالم رو میخونن راجبش و نهایتاً به مشاورین تغذیه مراجعه میکنن. این به معنی این نیستش که قبح چاقی یا قبح نداشتن بدن آرمانی از بین رفته، کما اینکه شاید اون قبحه که داره باعث میشه که این سرویس حالا چون وجود داره آدم‌ها به سراغش برن. من یه شاخص مهمی رو برای شکسته شدن قبح معرفی میکنم و فکر میکنم این در رسانه‌های فارسی زبان وجود نداره و اون ارتباط اجتماعی سوشیال کانتکت با اون کسانی که این مسائل رو باهاش درگیر هستن، اینو نمیبینیم، در حالی که در رسانه‌های غربی میبینیم. یعنی آدم‌های خیلی معروف و مشهور و موفقی رو میشناسیم که میان توی برنامه‌ها به همراه روان درمانگر مثلا از اختلال غذا خوردنشون صحبت میکنن، از افسردگی‌های طولانیشون صحبت میکنن. شما اگر اینو در مورد جامعه ایرانی نگاه کنید، هنوز هرگز این اتفاق نیفتاده. ما احتمالاً به جز اعتیاد مصرف مواد نمونه های دیگه ای نداریم که آدم های بسیار موفق و مشهوری راجع به این مشکلی که باهاش دست و پنجه نرم کردن، یعنی شرایطی که باهاش دست و پنجه نرم کردن علنا صحبت کرده. این در واقع میخواهید بگید که قبح مراجع به روان درمانگر یا روان پزشک و صحبت در مورد مسائل روانی واقعا شکسته نشده؟ چون اگر شکسته بود ما می دیدیم که در مثلا جامعه ایران آدم های موفق هم میان مثلا راجع به افسردگیشون حرف می زنن یا اختلال دو قطبی. من اینو خیلی کم می بینم، به نظرم این شاخص مهمیه که وجود نداره. و چنین آقای معینی؟ ببینید، من فکر کنم ما دو تا قبر رو در دو مورد خاص با هم برداشت شد. اینکه قبح افسردگی داشتن شکسته باشه یا قبح سایکوتیک بودن شکسته شده باشه یه بحثه، اینکه قبح مراجعه به درمانگر یه چیز دیگه است. اینو ما متأسفانه مجبوریم به مشاهداتمون اکتفا کنیم. متجزم. من از آماری که از تعداد روانپزشکا، تعداد پزشکای عمومی در ایران دارم که مراجعه بهشون و بیان و درخواست کمک هست، مشاهده من خیلی تفاوت داره نسبت به 10-20 سال پیش. خیلی تفاوت داره. بله. این مشاهده شخص من هست و من فکر کنم همینقدر مثبت بوده. نظر شما چیه خانم؟ من یه بخش با صحبت ها شما موافقم که در واقع باعث شد که خیلی قبح مراجعه ریخته در واقع. نه که قبح صحبت کردن از یک مسئله خاص ریخته، ولی در این حال من میگم که خب خیلی چیزها الان قبحش ریخته. شاید نمیدونم دلیلش واقعا این بوده یا چیزایی یا عوامل دیگه بودن. ما توی یک جامعه پویا هستیم، همه چیز در حال رشد، همه چیز در حال تغییره. شما فرض کنید مثلا طلاق یک چیزی بود که شما در ایران آمار طلاق الان شما در نظر بگیرید، 30 سال پیش در نظر بگیرید، قبح طلاق هم ریخته. یه روان درمانگر در ایران که سفر کرده بود من میگفت که یکی از دلایلی که قبح صحبت کردن در مورد سکس بیرون از ازدواج شکسته اینه که خود قبح سکس بیرون از ازدواج شکسته. اگه قبلا من میخوام بگم اینها همه عواملی هستن که خیلی ربطی به این مسائل ندارن. یعنی من میخوام بگم که من فکر میکنم یکی از، من کاملا میگم موافقم، یه بخش میتونم بگم که افراد فکر کردن که متخصصی بیرون وجود دارن و میشه بهش مراجعه کرد اگر مشکلی داریم، عیب نیست اگر ما احساس کنیم که باید کمک بگیریم. ولی متاسفانه من دارم ببینید، مثل هر چیز دیگه ای، مثل تکنولوژی الان خیلی فواید داشته و خیلی مسائل الان توی، چون من به اصطلاح مراجعه خانواده، مشاور خانواده هستم، بسیار مسائل عدیدی در سیستم خانواده ها ایجاد کرده، استفاده زیاد از تکنولوژی. منظورتون اینترنت دیگه؟ بله. تکنولوژی جدید. تکنولوژی جدید. بله بله. خب یعنی من میگم من با خود تکنولوژی مشکلی نیست و خیلی تسهیل کرده، ولی این هست. من میخوام بگم که یک چیزی که شاید این افراد باید بهش اشاره بکنن مرتب و اشاره میکردن شاید این هستش که این تراپی نیست.
این فقط شاید یک نمیدونم درد دلیه که هیچ چیز تخصصی توش نیست. منظورتون مشاوره تلویزیونیه؟ بله. من فکر نمی کنم که این رو باید فروخت به اسم مشاوره و این توهم رو در ذهن افراد ایجاد بله. کرد که بسه. یک متخصص میتونه به این سرعت در با این اطلاعات کم یک مشکل به این مشکل. چیز رو حل بده. بذارید به یه بحث تا حدی نظری فلسفی بپردازیم در پایان برنامه. آیا میشه گفت که یکی از دلایل اون قبحی که وجود داشته که همگی میپذیرید که تا حدی کم شده، البته آیه نسرین کمتر در این مورد موافقه، ولی میشه گفت که این قبحی که در مورد صحبت کردن از مسائل روحی روانی وجود داشته به این دلیل بوده که متأثر از آموزه‌های کلاسیک، کسی که مسائل روحی روانی داشته به عنوان در بدترین حالت دیوانه و در ملایم‌ترین حالات کسی که عقلش هدایت رو به عهده نداره، سکان رو به عهده نداره، بلکه مجموعی از عقده‌ها و مشکلات درونی هست که این رو داره به یه سمتی میبره. و ما میدونیم که این تا حدی از روانشناسی فرویدی ناشی میشه دیگه، یعنی روانشناسی فرویدی برخلاف نگاه‌های اومانیستی متأخر که به نظر میاد رویکردهای شما برش استواره، از جمله نظرات اگه اشتباه نکنم کارل راجرز، روانشناس روان درمانگر قرن بیستومی، این رویکردهای متأخر یه مقدار اومانیستی هستن به این معنی که میگن انسان با عقلش تصمیم میگیره و میدونه چی میخواد به گفته شما، منتها ما باید کمکش کنیم. اما روانشناسی فرویدی انسان رو مجموعی از گره ها میدونه دیگه. آیا این باعث نشده که قوه ایجاد بشه در مورد صحبت از مسائل روحی روانی شخص؟ یا من دارم یه چیزایی رو به هم میبافم که ضرورتاً ربط ندارن به هم؟ میتونه مؤثر باشه. من در تکمیل صحبت خانم پور عبدالله آقای دکتر معینی بگم که قوه مسائل بهداشت روان خیلی چند لایه است، با یه پدیده چند لایه ای روبرو هستیم. کما اینکه خود ایشون برنامه‌ای که در پرگار شرکت کردن در مورد رابطه جنسی پیش از ازدواج، در میانه جلسه متوجه شدن که یه تبعیضی داره باز تولید میشه، اعلامش کردن. چه تبعیضی؟ گفتن که ما اسم برنامه رابطه جنسی قبل از ازدواجه، ولی انگار فقط داریم نگرانیمون در مورد زنانه که الان این متوجه است. این برنامه برای بینندگانی که باید. ندیدن تقریبا 4-5 سال پیش بله و میتونن مراجعه باید. کنن توی آرشیو پرگار هست. بله من حتی میخوام بگم که اگر ما کلا محتوای اون برنامه رو بذاریم کنار، یه جایی این تبعیض و خانم پور عبدالله دقت کردن که داره باز تولید میشه، کلا بذاریم کنار و نگاه کنیم از دید این که آیا قبح داره تقویت میشه یا تضعیف میشه، میبینیم که در جاهای دیگه‌ای داره میشه. یعنی انقدر این پدیده چند لایه‌ای مسئله قبح بسیار که... خوب این چند لایه‌ای و پیچیده است، ولی میخوام ببینم که برمیگردم به سوالم، آیا این رویکردهای فلسفی که مبنای و زیر رویکردهای رواندرمانی متفاوته، مبنای فلسفی که به شکل بارز در روانشناسی فرویدی دیده میشه که میگه انسان این لایه های خودآگاه، ناخودآگاه و نمیدونم پیش خودآگاه رو داره، میگه انسان این مسائل رو داره، این گره رو داره، آیا این باعث نشده که یه تابوی ایجاد بشه در مورد صحبت از مسائل روانی؟ ممکنه درست شده باشه، ولی من همچنان فکر میکنم به دلیل بدخوانی فروید بوده. یعنی اگر ما فروید رو نگاه میکردیم، اون قبح رو استوار کردیم برای اون نظریه. من فکر نمی‌کنم نظریه به طور مشخصی باز تولید کننده این قبح باشه. احتمالاً همونجوری که گفتن رویکرد و یه دکتر معینی هم اشاره کردن، رویکردهای متنوع ممکنه برای افراد مختلف کار بکنه. من یه اشاره کوچیک بکنم راجع به اینکه این چه چیزی رو راجع به روانشناسی میگه. در سایر علوم وقتی که ما دستگاه‌های مختلف داریم، فکر می‌کنیم که اون علم به پختگی نرسیده، یعنی در دوره پیشا پختگیشه که تعدد نظریه داریم. خیلی این اصطلاح رو بر روانشناسی هم تحمیل میکنن، یعنی فلسفه فیزیک رو بر فلسفه روانشناسی تحمیل میکنن، میگن بنابراین روانشناسی یک علم پخته نیست، نرسیده به اون نقطه پختگیشون، این تنوع دستگاه ها وجود داره. در حالی که به نظر میاد که روانشناسی با یک دستگاه غالب شروع شد و اون دستگاه غالب رو هم یه شخصیت نسبتاً صلبی ارائه داد، بله خیلی طرفدار تغییرات در اون نظریه بود. فاصله کوتاهی آدلر مثلا نزدیک به 10 سال بعد از همکاری با فروید نظراتش رو میگه و یونگ همینطور. شاید اتفاقاً این تنوع
نشان دهنده واقعیت روانشناسی مدرنه و ما نباید نشانه پختگی شکر خیلی سریع متکثر شد خیلی کوتاه کامل بکنم و من فکر کنم شاید همین تنوع هم باعث شده که افراد بیشتری مراجعه میکنن چون اگه ما برگردیم به رویکرد روانکاوانه فرویدی خب به هر صورت هر کسی نمیتونست در واقع یک تعهدی شما در رابطه درمان پیدا میکنین چندین بار در هفته باید برید هزینه خیلی زیادی داره و چندین سال طول میکشه و خیلی از افراد همونطور که من گفتم واقعا مسائلی که بهش برمیخورن خیلیشون بر نمیگرده اگه ما به دوران کودکیشون و به مسائل درون فردی نیست مثلا اگر ما واقعا فکر کنیم که اینطور هست افسردگی یک اختلال خلق و خوی سه عاملی هست عوامل بیولوژیکی عوامل روحی روانی و عوامل محیطی توش دخیل هستن بعضی اوقات واقعا شما میبینید یه خانم میاد هیچ مشکل نشه تمام زندگیش هم خوب زندگی کرده کار نمی کرده شوهرش گذاشتتش رفته بچه هم رفتن دانشگاه تنهاست بله. و دچار افسردگی درنچه من فکر نمی کنم لزومی داشته باشه ما ایشون بفرستیم پیش یه سایکوآنالیست که بخواد اینا رو آنالیز کنه ببینه که کودکیش چی بوده الان امروز تو آموزش روانپزشکی در کشورهای غربی خیلی دیدگاه ها به هم نزدیک شده بین درمانگرها و روان و پزشکان به اصطلاح و این چند وجهی بودن انسان و پیچیده بودن روان انسان پذیرفته شده در علم پزشکی متأثر از اون مکاتب مختلف روانشناسی و مکاتب مختلف به خاطر اینکه این مکاتب مختلف برای افراد مختلف با ژنتیک مختلف و آموزش‌های مختلف کار می‌کنن یعنی یک نفر ممکنه اپروچ و برخورد مراجع محور بیشتر به درش بخوره به دلیل مشخصات فردی خودش و سوابق خودش و یک نفر دیگر برخورد مثلا انتقال محور ترانسفرنس بیس یا آنالیسیس تا این برخوردها زیربناهای فکری متفاوت دارن این رویکردهای متفاوت زیربناهای فکری متفاوت دارن بعضی از این رویکردها بر این اساسن که این مراجع میدونه چی میخواد عقلش بهش میگه ما باید تسهیل کنیم به گفته ایشون بعضی این رویکردها میگن که این فرد پر از گره های روحی روانیه کسایی که به شما مراجعه میکنن در واقع شما رو بیشتر به کدوم دیدگاه نزدیک میکنن این برام جالبه تجربه شخصی من میگه که آن چیزی که وقتی که من ارجاع میدم مریضمو به درمانگرها آن چیزی که مریض رو درمان میکنه بیشتر رابطه شخصیه یعنی رابطه انسانی با یک نفر دیگر داشتن که با یک مرزهای شغلی حفاظت میشه و با بدون پیش داوری و با اخلاق حرفه‌ای و با شنونده خوب بودن که همین باعث میشه که در سیستم بهداشت درمان انگلستان حتی وقتی ما روانشناس کم داریم بیایم از پرستارهای روانپزشکی استفاده کنیم که این حداقل رو به مریض حداقل بتونن بدن تو چند جلسه یعنی بسیاری از بیماران من تو تیمایی که من هستم که روانشناس ندارم تو تیمم من از پرستار روانپزشکی استفاده میکنم که کار روان درمانگر رو انجام بده که مقداری از اون پایه کار روان درمانگر رو انجام بده خب خیلی کوتاه شما چیزی رو میپذیرید که از پرستاری در اون تیم پزشکی استفاده بشه به عنوان من فکر میکنم خب از امکانات باید استفاده کرد من واقعا فکر میکنم من باشون موافقم چون واقعا ارتباط تعیین کننده نتیجه است توی کار ما و من اگر بتونم یک ارتباط خوبی داشته باشم با یک دانشی حتما میتونه کمک کنه. اگر اون آموزش رو دیده باشن چرا که نه بله یعنی اگر اون آموزش رو دیده باشن و بتونن اون اتحاد درمانی رو ایجاد کنن چرا که نه. بسیار عالی. به آخر برنامه این هفته میرسیم. تشکر از شما که پای این بحث نشستید و همینطور از مهمانهای برنامه شهرزاد پور عبدالله، علی معینی و مهدی نسرین. در روزهای شنبه چندین ساعت زودتر از اولین پخش تلویزیونی پرگار این برنامه رو روی یوتیوب منتشر میکنیم به این ترتیب اگر مایل به دیدن پرگار در یوتیوب هستید میتونید زودتر از دیگران اون رو ببینید هم پرگار یوتیوبی و هم پادکست یا نسخه شنیداری این بحث در وبسایت بی بی سی فارسی قابل دریافته پادکست برنامه در کانال تلگرام بخش فارسی بی بی سی هم منتشر میشه و دوستداران پادکست بعد از اینکه دوربین ها خاموش میشه میتونن چند دقیقه گپ خودمونی با مهمون ها رو بشنون شب و روز بر همه شما خوش